متی فصل 17. بعد از 6 روز عیسی، پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را گرفته به بالای کوه بلند برد تا در آنجا تنها باشند. در حضور آنها چهره او تغییر کرد، رویش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. در همین موقع شاگردان موسی و الیاس را دیدند که با عیسی گفتگو می کردند. آنگاه پتروس به عیسی گفت: خداوندا، چه خوب است که ما اینجا هستیم. اگر بخوایی من 3 سایبان در اینجا می سازم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنان را فرا گرفت و از آن ابر صدایی شنیده شد که می گفت: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم، و او گوش دهید. وقتی شاگردان این صدا را شنیدند بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. آنگاه عیسی پیش آنان آمد و بر آنان دست گذاشته گفت: برخیزید، دیگر نترسید. وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند، جز عیسی کسی دیگر را ندیدند. در حالی که از کوه پایین می آمدند، عیسی به آنان امر کرد تا روزی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشده است، در باره آن چی دیده بودند به کسی چیزی نگویند. شاگردان پرسیدند: پس چرا ملایان می گویند باید اول الیاس بیاید؟ عیسی جواب داد: درست است، اول الیاس خواهد آمد و همه چیز را اصلاح خواهد کرد. اما من به شما می گویم که الیاس آمده است و آنان او را نشناختند و آنچه خواستند با او کردند. پسر انسان نیز باید همین طور از دست ایشان رنج ببیند. در این وقت شاگردان فهمیدند که مقصد او یحیای تعمید دهنده است. همین که عیسی و شاگردان پیش مردم برگشتند، مردی نزد عیسی آمد و در برابر او زانو زده گفت: ای آقا، بر پسر من رحم کن، او مرگی دارد و دچار حمله های سختی می شود، به طوری که بارها خود را در آب و آتش انداخته است. او را پیش شاگردان تو آوردم اما نتوانستند شفا دهند. عیسی در جواب گفت: مردم این زمانه چقدر بی ایمان و بی راه هستند. تا کی باید با شما باشم و تا به کی باید شما را تحمل کنم؟ او را پیش من بیاورید. پس عیسی با تندی به روح ناپاک امر کرد از او خارج شود. روح ناپاک او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه شفا یافت. بعد از این واقعه شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند: چرا ما نتوانستیم آن روح ناپاک را بیرون کنیم؟ عیسی جواب داد: چون ایمان شما کم است. بدانید که اگر به اندازه یک دانه اوری ایمان داشته باشید، می توانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود. لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود. در موقعی که آنها هنوز در جلیل دور هم بودند، عیسی به ایشان گفت: پسر انسان به زودی به دست مردم تسلیم می گردد و آنان او را خواهند کشت، ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد. شاگردان بسیار غمگین شدند. در موقع ورود عیسی و شاگردان به کفرناحوم، کسانی که مامور وصول مالیات برای خانه خدا بودند، پیش پتروس آمده از او پرسیدند: آیا استاد تو مالیات خانه خدا را نمی پردازد؟ پتروس گفت: البته. وقتی پتروس به خانه رفت، پیش از این که چیزی بگوید، عیسی به او گفت: ای شمعون، به نظر تو پادشاهان جهان از کی محصول و مالیات می گیرند؟ از ملت خود یا از بیگانگان؟ پتروس گفت: از بیگانگان. عیسی فرمود: در این صورت خود ملت معاف است، اما برای این که این اشخاص لغزش نخورند،
برو و چنگک به دریا بینداز. وقتی دهن اولین ماهی صید شده را باز کنی، سکه در آن خواهی یافت. آن را بردار و مالیات من و خود را به آنها بده.